نه ترسی خانم، چیزی مهم نیست. موسی جون پیاده شو یه خورده قدم بزنیم. من خیلی خسته شدم، پام درد گرفت. پاشو بیا پایین، پاشو بیا پایین. بیا ایجا پنچه شده، 3 دقیقه بیشتر کاری نیره. بیا یه قدمی بزنیم. پاپر جون پیاده شو بریم یه خورده انگلیسی تمرین بکنیم. بریم دیگه. اوکی مای چیکن. لیتس گو. عجب دره، همینقدر پای آدم در بره تیکه بزرگش گوششه. خودم کارت که تموم شد یه دوتا بوق بزن ما رو خبر کن. بریم پاپر جون. اونم به چش. بفرما وقتی پسر خاله آدم معلم سر خونه شد دم به ساعت تمرین. تفری فرما بس که تمرین کرده عین هو شده نه غیرون. تازه بازم هاشدایی رو با تینزنگ میمیسه. شیرین خانوم شما هم بهتره بفرماییم پایین، ممکنه یه وقت جک دره ناراحت بشه. آره بابا. تموم نشد غلام؟ چرا آقا، الان تموم میشه. چی شده آقا، به چیزی احتیاج نداریم؟ نه متشکرم. ولی خب حالا که نگردشتین ما رو تا اون پایینی، یعنی تا اون قهوه خونه جلویی برسونین. بیا جانم، بیا نیزه خواهی. نه خوب نیست که ما مطمئن آقا بشیم. بالاخره تعارف اومد نعیمت داره دیگه. متشکرم. خیلی متشکرم. میخوام جلو عقب چرخو ببرم. به کارت برسی. کارم؟ ای به چشم، به اونم میرسم. راستی آقا و نصرت خانم رفتن ها. خیلی خوب، رفتن که رفتن، کارت تموم کن ما بریم. آخه شیرین خانم، اینجا یه چیزی هست که اگه شما ببینین دلتون نمیخواد این زودی ها را بیفتین. غلام، نکنه خدای نکرده عقلت پارسنگ برداشته. نه به جون مادرم، آخه شما بیاین خودتونم یه نگاه بکن. چه دروغی دارم بهتون بگم. ما یه هرگز نشنفتیم.
اینجا بشین تا به خانم خبر بدم. من همونم که از آب کشیدم بیرون. این اسم مامان جونت رود گذاشته یا آقا جونت؟ آقا اینم شد اسم مرد حسابی. اللهم مرزاق نه الله با اجازه. سلام علیکم. چه خبر شده؟ ببخشید خانم، یه نفر اومده میگه من همونم که عذاب کشیدم بیرون. بله. چرا مزخرف میگی غضنفر؟ من همونم که از آب کشیدم بیرون چیه؟ اون وقت چرا اومدی به من میگی؟ خب لابد با پدرم کار داره. والا خانم جون منم بهش گفتم، اما این قول بیابونی حرفای شریش نمیشه، میگه با شما کار داره. بله. با من؟ آه شاید همون آقاییه که من از دریاچه نجات داد. زود برو ازش پذیرایی کن تا من لباس بپوشم بیام. ازش پذیرایی کنم؟ آره. آی به چشم خانم، به چشم. ما بالاخره نفهمیدیم تو این خونه باغبونیم یا گارسون. دلم واسهشون میسوزه، بدبخت ها تو این لون مرغی چرکی زندگی میکنم. آقای از آب کشیدی بیرون، بفرما چای بخور، فعلا که خدا واسهش ساخته. یه خود قم بردار اکه. هی نه مردیم، بخیل نوزده هم دیدیم. ناکس مثل این که ارث باباشو میخوام بخورم. ناکس دایی جونته، مگه من با تو شوخی دارم؟ چه خیلی وخ وخ ببین چی ساخته، لپاش گله گل. اوه چه کار خوبی کردین اومدین. خیلی دلخواست شما رو ببینم و ازتون تشکر کنم. خیلی زودتر از این انتظارتون رو داشتم. جونم هم قربونه شما. خیلی باز ببخشین، نمیدونم چرا تا چشم به شما افتاد سیمام قاطی شد. گفتین چی قاطی شد؟ ایچی میدونین وقتی چیز میشه سیما وقتی سیما قاطی میشه کجوری بگم سیما قرقاطی میشه دیگه. والا من که چیزی نفهمیدم. خب حالا چرا نمیفرمایی؟ قربون شما. با اجازه. شما چقدر کم حرفی، نمیشه باور کرد آدمی مثل شما انقدر ساکت باشه. آخه ناکرتم چی بگم، ما که زبون هم دیگر رو نمیفهمیم. واسه اینکه بهت حالی کنم سیم قاطی شدن یعنی چی، باز یه موتور واسه پیاده کنم. راستی شنیدم اون روز که شما منو نجات دادین موتورتون از بین رفت. فدای سرت ففر جون، بریم توی خورده دستش بندازیم. جون پاپار نمیتونم، یهو پکی میزنم زیر خنده، اون وقت منو شیرین کلامو تو هم میره. به جون ففر یارو حالوتر از اونه که بفهمه ما به اون میخندیم. میدونی چی کاره است؟ نه مگه تو میدونی؟ آره همون روز غلامین آقلا تحتوشو در آورد، یارو اونجا عمل است. نه بابا. پس من واسه چی انقدر میخندم؟ بیا بریم تو خودمونو بزنیم به اون را ببینیم موضوع از چه قراره. بیا. عجب، پس موتورتون به کلی از بین رفت. اونم چه موتوری، این فشفشه میرفت. فشفشه چیه؟ بگو رخش رستم. این کاتولاک شما نی پیش اون ها تو نشکش عهد قمر وزیره داره. گفتی نشکش؟ ده آره ده ناکرتم نشکش. نه اینکه مرده ها عجله نرم. از کنم که بدبختی هم یک دوتا نی. خونه ما اینجا سرکارمون دور قضاباد، اینه که موتور کل کار صورت میداد. خب اشکالاتی نداره، فدای سر شما شد. حالا هم صبح زودتر پا میشیم و خط 11 رو میدیم دمش تا زودتر سر کارمون بشیم. خط 11؟ ای بابا تو که عبی خرابی. اینو بهش میگن خط 11. خط 11 مثل اینکه داتیه. وای خدایا چه بامزه، خط 11. اگه بس پاپا تعریف کنم از خنده قش میکنه. او فریبا چه خوب شد اومدی، این همون آقایی که من از تو دریاچه نجات داد. فریبا ناخواهری منه، پرویز خانم نامزدشه. راستی اسم شما چیه؟ والا به ما میگم محمود. محمود چی چی؟ والا بچه ها به ما میگن محمود بیکله، اما تو سجل دوالمون نوشته محمود خوجسته. دو چیقم پلو بیمزده. خانم چف کندن تو هیچ معلوم هست تو این خونه چه خبره؟ پا
پس چطور به من خبر نداده بودین که نجات دهنده شیرین جان اینجاست؟ به به، ماشالله جوان برازنده ای هم هستی. بله. خب پس چرا اینقدر دیر سراغ ما آمدی پسر جان؟ والا به حضورتون عرض کنم که ما را هر 15 یورو ول میکنن. عجب عجب، خب که اینطور. در هر حال پسرم، تا وقتی من زنده هستم هر وقت چشمم به شیرین بیفته هر شود اون شجاعت و مردانگی تو رو به یاد میارم. آره یادتون باش. خب بچه رو وایستادین، بشینین. بشین پسر جان، بشین بشین. بله بشینیم که بهتره. یال راستی پاپا، میدونستین که تو اون جریان موتوسیکلت آقا از بین رفته؟ شما باید حتما عوضیشو برشون تهیه کنین. اخ اخ، حتما موتورسیکلتشون آخرین سیستم بوده و لنگش هم تو دنیا پیدا نمیشه. نه داشم، کور کندی. درست از یه قضیه است. اگه با یه سه چرخه تاختش میزدم و حوزدشم پول میدادم، تازه طرف باشه مقبو میدونه. آدمی که گرفتار لغلغه لسان شد و نتونست جلوی زبونشو بگیره، عرشبت سزاش همینه. احسان پسرم، تو به او توهین کردی و معذالک او در کمال متانت و بزرگواری جواب تو رو داد. نجابت و اصالت، عرشبت که میزان سواد شخص از دو کلمه حرف که بزنه پیداست. بله. اما راستی این که گفتیم فقط یه جمعه در میون تعطیلی دارین خیلی مشکله ها. کجا کار میکنی پسرم؟ طرف های سرده کرج. لابد سر مهندس تشریف داری. نداشم، این دفعه باز کور خوندی. ما سر مهندس که نیستیم، ایچی پا مهندس هم نیستیم. ما کاریگریم و بازمون نو میخوریم. اگه غیر این بود، ما هم اینه و شما مثل خیار چنبل اون بالا وایستده بودیم و شیرین خانم آب برده بود. شیر فهم شد رفیق؟ امروز روز دیگه دنیا رو دستای کاریگر میگرده، نه رو شاخ گاب، فقط کاریگر. خب من باید برم به کارم برسم. پیشکار من تردید خسارت این جوانو میده. تو هم هنوز در حال استراحتی، لازم نبود از تخت خواب پایین بیایی. اینم که ترش کرد. پاپار جون، میای بریم یه خورده انگلیسی تمرین بکنیم؟ آف کورس مای دارلینگ. بای. خب آقای کارگر، میتونی یه وعده غذای سیر اینجا بخور یا بیت؟ لش مفخور، خیال میکنی همه مثل خودتان؟ جیگولو گشنه. چرا مفخوره آبجی؟ واسه این که عملگی نمی کنه؟ حیف که نمیخوام جلوی معشوق عملت دهنمو باز کنم. بیا بریم پاپار جون، همون بهتر که جوابتون رو نده. مفخورا. بعد از دو ساعت چه شکار گامبویی به تورمون افتاد. خدا گدا گشته بی اتیکت. چی گفته ای؟ نفله ی ماره اینکی، من گشتم یا تو خرس قطبی برقم کم؟ بیچاره کل تو منی ندیده، اگه خدا هم نکرده یه دفعه دیگه اینجا ببینم ادام همون کل تو منی رو دام میکنم، میچسونم به پیشونی. آره شلا بگیری دوست. نمیتونیم یه تکتانی در وسط خیابون بندازیم بازی کنیم به هم؟ چه روز غاریه؟ چه دور زمونه این شده؟ چه خبره؟ چی شده امو هیدر؟ اولندش که مؤنس امو هیدر، دوبامندش چرا سگرمنات تو هم رفته؟ نکنه عوض پول بهت صفده دادن؟ گوگوری گوگور تقصیر توه دیگه؟ بعد یه عمر در بداری هنوز نمیدونی میلیونر، اگه میخواست پول موتور منو تو رو بده میلیونر نمیشد. ببینم ای خدا، نکنه مخصوصا منو تیر کردی پیش یارو که بعد برشم بخندی. آها، اولا نصفشو درست فهمیدی، اما نصفشو خیت کردی. خدا شاهده من نمیخواستم بریشت بخندم، میخواستم این جماعت هم نزدیک شناخته باشی. داش محمود، این جماعت همینه که دیدی. عقیدش اینه که اگه تو جون خودت از دست دادی، پدر خودت سوزوندی، خر سواریت از دست دادی که دخترش از آب بگیری، وظیفت بوده. دندن نانچه، چشمت کورشه، لهول مرده بشه. خیلی خب بریم بابا. بریم بابا، حرف زدن میشه. روستا شده. سیگار میخواه؟ نمیخوام. جرک رفته این. جا
جون بکنی. یه ساعت میخواد کبریت داره بیاره. های سر الان خیال میکنی این جعبه پرتقال رو من گلت رو بیچاره میمونی کبریت آخر این سیستمه. باید دادم اینا چوشم برای کباب چون این که نگرفت بابا دونه هیچ دزار بسن آب خورد. اینو بین دور. اما حسابی دخل تو بردن ها. آخه موضوع سر اینه که این بدبخت ها به خودشونم رحم نمی کنن. کی هم؟ تو خودشونم پوست هم دیگرم این کنن. کی هم؟ ریچره دختره از فکرش بیرون نمیرم. دختره که؟ مسخالی 700 نور با اونوی دیگه فرق داره. به جون امو حیدر. مؤنث امو حیدر. خیلی خب با هی تو سر ما رو مردم میزنه. به جون مهندس امو حیدر باز همهشون رو برد میدونه مال فروشا فروخ نخوچکیشمیش خرید تصدق دختره کرد. ریتا تا محمودی نکنه پول موتور که نگرفتی چی دل و قلبت هم اونجا جا گذاشتی. تو هم با وقت گیر آوردی سر به سر ما بذاری؟ نه خیر این محمود بیکله اون محمود بیکله ای نیست که رفته اون خونه لحمتی بی فامیلا فامیلش عوض کردن گذاشتن محمود خاطر خان. چرا هزیومی که امو حیدر دفعه آخرت باشه ها صد دفعه گفتم مؤنس امو حیدر بی نوای خاطر خان. من هزیوم میگم یا تو آخه ناکس تو آدمی بودی که علکی واسه کسی نخود چشمیش خیر کنی. ناختت تموم شد حالا بگونم انقدر نشد پشد داری که بتونیم بریم خودمونو بسازیم. حالا شدی آدم حسابی. آره یک قرونم داشته باشیم 22 هزار این 3 هزار هم داشته باشیم 7 هزار این کمه بابا سر رو کن ببینم چیه یا خیلی اینجا چی دارم. آها این یه تومن هم داشته باشیم این 2 دارم باش بازم تو داشبور دارم این 5 دارم داشته باش دیگه چی دارم تو صندوق عقب هم دارم زود باش دیگه الان تا بره این دو تومن این فایده نداره خیلی کمه کمه نمیرسی اخ تو باربند هم دارم سی دومن تو باربند دارم آره آره بیام بح جیون هم جیون بزن بری جایی که رفت داشته باش گره بیریم بزن آره جا یا الا بری سر کار تو برو بچه پر رو برو کام شو یا الا بینم آدم است که نایدم. انتظار دیدن منو نداشتین؟ نه حتی تو خواب نکنه حالا دارم خواب میبینم. خب ببینم حالا که اومدم چی ها؟ والا ما که زبونمون بابا بند اومده. حدس میزنی برای چی اومدم اینجا؟ آخه ما که علم غیب نداریم لابد اومده خسارت ما رو اون رو چیچی بهش میگفتین اخ کنین آها جبران بکنین مگه نه همینطوره اما نه اونطور که شما فکر میکنین لابد متوجه شدین که من با اونای دیگه خیلی فرق دارم. بله خر که نیستین بله نسبت شما. خب بریم یه سکان چایی با هم بخوریم بریم. راستی ببخشینا اون یارو عوضیه داشتونه؟ نه من برادر ندارم نه برادر نه خواهر اون پسرخاله فریباست. اون یارو که هی استارت میزده خاموش میکرد اون ناخواهری منه. وقتی که مادرم مرد پاپام مادر فریبا رو گرفت. خدا بیامرزش. خیلی ببخشینا آبجی ما اصلا دیدیم اونا وصل ناهمرنگم. خوب دیگه
از کنم خونه ما همین 2-3 کیلومتریه. اگه اشکالی نداره بریم چایی رو اونجا با هم بزنیم، هم با صفاتر هم با وفاتر. باشه، اگه ممکنه شما ماشین برونی. ای بچه‌ش آبچی من کریه کار میکنی که ماشینت باربند داره. مرد خنده گفت خلاصه ببخشین لاتپاتو دورتونو گرفته بودن. اینا بیشتر میاد. خب رسیدیم دیگه، اینم در منزلم. بدون برق باش با میشه، ظاهرش این طویله هست اما توش خیلی مرتبه. این برو با کنم. بسم الله. خوف نکنی آبجی، بارو تو بارو تو. خب اینجاست که سر گاب تو خمره گیر میکنه. سر گاب چطور میشه؟ لا 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 باز شروع شد. میدونی چیه شیرین خانم، از این دفعه هر وقت خواستی بیا ملاقاتی ما یه دیلی ما جون با خودت بیا. از این حرفو بگذریم، اولندش که چاکر تعارف معروف گچه گچم، اصلا کارگر جماعت همه تعارف های دنیا یه بفرما بلده یه قربون شما، اما همین یه چطفل تعارف هم بیشیلی پیله و عروس دفعای دله. دوبومندش های تعارف هم بلد بودم تازه جخ نمیتونم چی باست بگم. باست بگم تو رو به این حضرت اگه تونستی جایی باست نشستم پیدا کنی ما رو هم خبر کن. جدن اینجا جایی برای نشستن نیست. باست اینجا تو باست بگم، میدونی نوکرت اینجور جاها جایی چش کله رو به کار میندازه. باست باستی آن ای انگار یه چیزا که شد. بفرمایید بشینی. بفرمایید. این بلاها رو من سرتون آوردم. ببین قرارمون این بود که دور تعارف رو خیت بکشیم. تعارف نیست، جدن من از این همه زحمتی که برای... نه خیرا بلکنی انگو باز یه فکر دیگه کرد. ببین روک و پوسکندو با ست بگم، اگه لب این تعارف رو تو نظری اچه ایمایی خبره نی. نه پا شوخی کردم دلخور نشو، انقدر هم بیمعرفت نیستین. تا خند زند و بای از خاند یو بای از خند جان خوش شد تمزه خونه که جوش یاد شدم. حسن اقا، حسن اقا کجایی؟ حسن اقا بی پدر کجایی؟ با دو چای تازه دم وردی بیار بده من زود. بودا اقا چه خبر؟ خیلی شنگوری باشی، یه مهمون دارم زودش وردی بیار چای رو. بودو بودو مهمون دارم. فرشتم خانده زنه خانده یه او بای بفرما اینم دو تا چای مشتی. نوکره تمام در اقا کوچی کتیم تو این واسه تو فقط ماره داری. چایی 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 بپو نستوزی چایی چایی ورده ما بپو کنه نستوزی. آی مهندس بپو کنه. به محمود خودم همه امید و همه زندگیم مریم. چهی 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 ببه چه داشت با ای والا با دست مریضم این دختر شاه پریان تا من رفتم بیرون اومدم تو اتاقو پاک عوضش کرد. نگاه کنی آکو، یه دقیقه پیش شطور ببارش این تو گم میشد اما حالا آب بریزی روغن جمع میکنی. این عکس کیه؟ این عکس کجه بود؟ جون شما دنیا رو پیش گشتم پیداش نکردم. اما نامزد خوشگلی دارین. بابا ما گورمون کجاست که کفنمون باشه؟ خیلی مردش باشیم شکم خودمون سیر میکنیم. پس این عکس کیه؟ عکس خواهرمه.
تنها چیزی که به فکرم نمیرسید همین یکی بود. آره فهمیدم. شوهر داره؟ نه، تفری دختر نازنین نومزده ازرائیله، چند سال یه گوشه افتاده انتظار مرگو میکشه، نه کسی رو داره باهاش اختلاط کنه، نه یکی اگه استکان چهی دستش بده. چند سال پیش یه سرما خورد، بعدش هم چند رو پشت سر هم تب کرد و خوابید که هنوزم خوابیده. خب ما هم بنده واسه اون دو درمو واسش کردیم، یا آخرش هم موندنیه یا مردنی. من و عمو در رفیقم همه در اومدمون میره واسه دوا غذای اون. حالا کجاست؟ شهره، یه اتاق واسش گرفتیم، یه زنی هم هکه گاهی وقتا سری بهش میزنه. چه کنیم؟ عدستمو غیر این بر نمیاد. اما خب دیگه چند اون وقتی وسش نمونده، روزای مرخصمون که میریم شهر کنار رخت خوابش میشینیم، تفلی انگا دنیا رو بهش میدن. اما همیشه وقتی برگشتم با خودم میگم مریم جون، یعنی بازم میتونم ببینمت؟ نه محمود، من میتونم به مریم کمک کنم و باید این کارو بکنم. من زندگیمو به تو مدیونم، در این صورت تو طلبتو از من وصول میکنی، حق نداری بگی نه. خودم براش دکتر میارم، خودم ازش پرستاری میکنم، حتی اگه لازم شد همونجا پلوش میمونم تا خوب بشه. پاشو را بیفتیم همین الان بریم سراغش. باشه شیرین، قبول میکنم، اما امرو نمیتونم. آخه ما اینجا قرارداد داریم که هر دو هفته یه رو تعطیل کنیم. خیلی خوب، پس امروز تو و عمو حیدر نهار مهمون منین. بریم عمو حیدرم برداریم، بریم کرج نهارمونو بخوریم، در ضمن اقلامونم بریزیم رو هم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. باشه خیر پیش. آقا یه گوش کن، هر کسی این آجره با یه مشتی کرد یه تو هم برده بده من اول یه تومنم بشکن. اول تا بده به چی؟ اول بده تا بشکنم. تو هنوز مهندسه همون حیدر رو بشکنم. بلنشو بینه بابو، بلنشو یه سب کن. عباس با مش بشکنه نه با چکن. ببیا تو خیال بکنی من به تو بودم. نبود 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 نبود، بشکنش دو تو هم بکن. اگه مردی بشکن دیگه گرده یاله میاد زنده رو بکنه. چه بشکنش بکنه 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 بخون من سه تومن میدم. بری او یک کرم از برداره. بری بی ولش کن، به پرده گوشش این برداری راست میگه. نمیتونه با دیگه. این داره چی کار میکنه؟ قال نباشه، قال نباشه، داره آجور همینچینه. یلا دیگه بیست بدا. خوب تو ماشا کنه آقای، سب کنه. خوب تو ماشا کنه، سیاهت داره. آجور میگه تو ماشا بیچاره. مایی خدا جونم، این آدم یا قلبی آبونیه. آقایان دیدی شی که تو من رد کن بیا. چوب به دست گرفتن؟ آها، باز دست چوب جمده ها؟ باری حالا؟ آها، بگیم، آها، برو جلو، میگه بیلو برداد برم. آها، پشت ما بگیم، پشت ما دار، از غربی بوته پشت ما دار، برم برم کنم، اون که آها، باری حالا، آها، کب برگی دار، باری حالا، کلو من؟ آها، آفرین، باری حالا، زود باش بزن، آها، بگیره میگه آفتان برم، باری حالا. اما همه رفقاش به حیه جان آمده، آن چی آمده؟ محمدیه بر میگه سازون. آها قلم دو شد باری خلا، آها باری خلا چافت آمد آبا قشنگی گردن چی گره دلش کرد اومد باری خود من به حیجان مرد گردن شو لکم بلش شد باری خلا دوشتر بلچر رو باری خلا آها بفر روشن آها باری خلا خیلی خوزا بسته دیگه، بسته بیان یه بازی دیگه.
دلیل از دنیا نمی بخنده. ناجن سوق باز، تو به من نگفتی یه دختر عذاب گرفتی؟ ها مای چی شده؟ حق این که عروسک فرشته های ملائکه هست. خیلی خواله بره تو استاد بکن. بریم آسان بدارم. ریخته بودم به هم. آقا نمیدونی چه صحنه ای شده بود. هم نگره میزدن حذف کردم. خواب خواب حال دو خوی کلا. خب ممون جون تو با هلو برو جلو، مربای زردالو هم عقب. یال چه سگک فرق نمیدونه. زود به سوهاش یال دیگه سوهاش شیر حج کنم. بچه ها یه پس همگره بزنین تا من بیام. شیرین جان این هم ویدر نازنین ما تنها چیزیه که اوست کریم به ما داده. نفهمیدم حالا دیگه شیرین جان. آره وقتی ما رسیدیم به عمو حیدر من همش 11 سالم بود، خواهرم هم 7 سالش بود. این تن وقتی شروع به حمالی کرد هنو دهنش بو شیر میداد. یه شب تاریک بود، مام دورو بود که هیچی نخورده بودیم. مریم تفلی خیلی بیارومی میکرد و یه پوستر هم میگفت داداش خیلی گشنمه. هر دفعه که این حرفت دهنش بیرون می اومد جیگرم آتیش می گیرم. راضی بودم جون خودم رو بدم واسه این که شکم مریم سیر بشه. چند دفعه به سرم زد که جلوی یه نفر رو بگیرم و یه چیزی ازش بخوام، اما نمیدونم چجوری بود از همون اول بچگیم غیرتم قبول نمی کرد دستم و جلوی کسی دراز کنم. خلصه همینجوری تو شهر میگشتیم که یه دفعه دیدم یه دست اومد رو سر سرم بله کردم دیدم عمو حیدره. انگار همین دیشب بود. زندگی قمنگ چیکار میکنی؟ من میمیرم. خیلی خوب تو موازه رو جلوت باش من رو برمیکنم. وای چی شده اینجا؟ ببینم چی می حلال مشکلات در بیارم. آره همه چی یدکی دوباره برسم. اگه نرسم که مردم. چی کار می کنی؟ من می میرم. خیلی خوب تو موازه رو جلوت باش من رو برمی کنم. خدا حالا میبچم توی سر بلیم.
یکم این نمک این بیاری بذارم رو زبونم. اوه 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 وای چی اوه 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 وای چی شده اینجا؟ ببینم چمین حلال مشکلات در بیارم. آره همه چی یدکی تو پره برسم، اگه نرسم که مردم. دیگه جریمت نمی. غلط کردی، اگه جریمم نکنی ازت غر میکنی. خیلی خوب، پس شروع میکنی. من حاضرم آقا معلم. بیا آبرویی تو خونه من؟ من به تو اجازه نمیدم به خاطر یه لات 20 تا رو آبرویی چند صد ساله خانواده زرپرسته ببری. پاپا تو یه مرد اهل منطقی، هیچ وقت دهنبین نبودی. چطور شده که حالا من اینطور محاکمه نکرده محکوم میکنی؟ خوش بریم تا... داده که داده، مگه بیکار؟ بیا. ماشین تو راه چالوس ترمز بریده یا نه؟ بله پاپا. خب کی پشت فرمون بود؟ من بود پدر، همون کارگر. میدونم ولی اون از کجا پشت ماشین تو نشست؟ از نزدیکی های سد کرج. قبل از اون کجا بودین؟ تو اتاق اون. سرپار ملاقات کردی پدر تو میسوزونم. موسی جون چرا واسه این چیزای جزئی اینقدر خودتو ناراحت میکنی؟ بی بریم. از این طرف اومدیم. تو ماشینو برون. چشم. نیفتی؟ سلام علیکم بطل خانم. سلام محمود آقا، بفرمی. مریم آله چطوره؟ بد نیست، الحمدلله بهتر. بفرمی. باره تو افتاد. ببخشی بطل خانم. باره تو برتو بپر پرده کنده نشه. سلام داداش. سلام مریم جون، این همون خانومیه که اون دفعه وسط تعریفش کردم. سلام مریم جون. سلام خانم، حالتون چطوره؟ مرسی خانم، خیلی خوش آمدید. داداشون اینا چیه؟ اینا والا چی بگم، اینا خجالته. شیرین خانم ما رو خجالت دادن. ما هم که از تمام طرفای دنیا یه قربون شما بلدیم. قربون شما. ببین محمود، تو جون خود تو به خطر انداختی تا من از مرگ حتمی نجات بدی. تازه نذاشتی یه تشکر خشک و خالی هم اضافه کنم. با دست خوش. پا اینا تشکر چرب و چیلیه. محمود، من که از این حرفای تو چیزی نمیفهمم. از اولش هم نمیفهمیدی. ول محمود. معذرت میخوام. بی خود وقتو تلف نکنیم. ساعت 5 و نیم از دکتر واسه مریم وقت گرفتم. پاشو مریم جون، دیر میشه. آخه من و داداشت واسهت خیلی نقشه ها کشیدی. خسته نباشین. سلام پدر. باگه من به تو نگفته بودم که حق ملاقات با این پسر رو نداری؟ پدر، خواهش میکنم این حرفا رو بذاریم برای فردا. ولگرد نمک به حروم، حالا برای من تکلیف معلوم میکنی؟ من همین الان تلفن میکنم دکتر بیاد اینجا ببینم امروز تو با اون پسره تو بیمارستان چی کار داشتی؟ پدر به خدا اشتباه میکنی، اون پاکتر از ایناست که شما فکر میکنی. اون جاسوس رزلی که خبر آورده همه چیزا رو وارونه جلوه داده. بله اشتباه میکنم، میکنم که جلوی بیبندباری دخترمو میگیرم. اشتباه میکنم که نمیخوام دخترمو اوباش و ارازل دست به دست بگردونن. اگه منظورتون از اوباش و ارازل محمود و عمو حیدره، بذار حداقل یه بار در زندگیم بگم خوشا اوباش بازی و رزالت. اما نه پدر، هیچ جای دنیا با آدمایی که غم همدیگر رو میخورن و با کمال شرافت و بزرگواری روی پاهای خودشون وای میستن اوباش و ارازل نمیگن. خفشا، تو اینقدر بی‌حیا شدی که تو روی منم وای میستی. من به تو اجازه نمیدم به سنت‌های چند صد ساله خانواده من توف بندازی. من تو این چند روزه اینو فهمیدم که تو این دنیا فقط یه خانواده وجود داره،
اونم خانواده انسانیته. فهمیدم وقتی آدم میتونه ادعای شرافت و بزرگواری بکنه که پاشو جای پای محمودا و عمو حیدرا بذاره. پدر، اگه شرافت و انسانیت رو با شرف و مردانگی آدمی مثل محمود و عمو حیدر سنجیدی، اون وقت قبول میکنی که متاسفانه تو این دنیا آدم با شرف کم پیدا میشه. پس من و امثال من بی شرفیم. لعنت به اون شیر کثیفی که خوردی. بسیار خوب، حالا تو هم برو توی کوچه با همون گداهای با شرف که چشم به ثروت من دوختن گدایی کن. در ضمن بهشون بگو که پدرم منو از ارث محروم کرده. برو از جلوی چشمم گم شو دختره بی آبرو. پدر، من سهم خودم رو گرفتم. بهتر ارثتو به اونایی بدی که از پشت در انتظارشو میکشن. غلام، غلام، چه فر بشه رو هرچه زودتر این پسره یه جوالق و حقه بازو پیدا میکنی میاری اینجا پیش من. برو. چشم قربان. دم 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 مثل این که تو این صاحب مورد دک یارو بشری نی؟ آقا اون کار جره اومده. خیلی خوب، بگو بیا تو. خودت هم ماشینو بیار جلوی در، میخوام برم بیرون. چشم. علیکم. سلام پسر، بشین. یا الله، من دو هفته پیش منتظرت بودم. خواهیتون که میدونین ما هر به 15 یورو مرخصیم. خب از حاشیه بگذاریم. بگذاریم. من یه مرد روک و اهل منطقم. خب پر روی حساب یه مختصری با هم فرق داریم. یه مختصر؟ اون مختصر چیه؟ یه دوست خروار اسکناس خشک. پس در این صورت باید حرف همدیگر رو خوب بفهمیم. بفهمیم. گوش کن پسر، تو زندگی شانس فقط یک مرتبه در خونه آدمو میزنه و ظاهرا واسه تو اون یک بار همین جریان اخیره که تو هم چهار دست و پا بهش چسبیدی و خوب میخوای ازش استفاده بکنی. نعوذ نطقت. تو میتونستی عوض خدمتی که به من کردی یه سرمایه ای ازم بگیری. پول اون موتور قرازه رو میدادی سرمایه پیشکشه. یا این که تقاضا کنی کار خوبی بهت بدم، اما تو به عوض این کار دست به عملی زدی که ابدا شرافتمندانه نبود. نفهمیدم، این یه دهنو بد خوندی ها. تو دختر بیگناه و ساده دل منو فریب دادی و به خودت علاقمند کردی. پاک داره اون رو سگ منو بالا میاره. تو فکر کردی از این راه پول بیشتری به دست میاری. باید اعتراف کنم که اشتباه هم نکردیم. بسیار خوب، بگو ببینم چقدر میخوای تا دست از سر دختر من برداری. بگو ها. لا لا لا، شیطونه میگه پاشم بزنم اوراقش کنم. آسمون جلی مثل تو که همه عمر شکمش برای نون گریه کرده و تنش برای پیراهن، حق داره چنین بخششی رو باور نکنه. خب چقدر بنویسم؟ منتظر چی هستی؟ حساب میکنم. احتیاج به حساب نداره. تو هر مبلغی که بگی من دو برابرش رو می نویسم. تو انقدر روحت گداست که رقم ثروت من تو خواب و خیالم به فکرت نمی رسه. اوخش. اون پولی که تو رو از بدبختی و فقر نجات میده، من مثل ته سیگار می دادمش توی خیابون. به حاجیتم همین فکر رو می کنه پیری. پس بلند بلند فکر کن تا منم کمکت کنم. که دیدی هر چقدر پولات زیادتره عوضش هم مخ راحت. آخه عوضی من بلند بلند هم میشه فکر کرد. من نمیفهمم تو چه عجوبه ای هستی. آخه بگو حرف حسابت چیه؟ بله نسبت یواش یواش داری میشه یه آدم حسابی. میدونی پیری، شیرین دختری یکی یه دونه توی من اینه. پنی آدم اونو داشته باشه هم خدا رو داره هم خورو. میدونی یعنی چی؟ یعنی هم صاحب ثروت تو عوضیه، هم صاحب یه دختری که تو دنیا لنگش کم پیدا میشه. ففر جون برو شیرینو پیدا کن بیارش اینجا تا حرفای این لات واسمون جل از زبون خودش بشنوه. خدارت در میارم. زرش آتشت میزنم. آتش نشانی. بله بله بله، داغونت میکنم. اون وقت باز پیشینی جمعم کنی. به دارت میکشم، شقت میکنم. بش پدر زن ما قصد و کار در اومد. قیمه قیمت میکنم. ده حالا دیگه آشواز شد. پوستتو میکنم، روزگارتو سیاه. دستری بکش تو جوب نیفتی. گوش کن پیری، ببین چی میگم. تو اختیار پولاتو داری، میتونی ببخشی، دور بریزی یا آتیش بزنی.
اما من آسمون جلو که میبینی واسه همه پولای دنیا یه فاتحه بی الحمدم نمیخونم. اگه غیر این بود صبح تا شب دنده سطری غاز عوض نمیکردم. شما همه پشتگرمیتون به پولاتونه، اما ما فقیر بیچاره ها یا به قول تو ما آسمون جلو امیدمون به اونه که اون بالا نشسته و رزق هر کس رو شغل میکنه تو دومنش، دومندش امیدمون به این بازوهامونه. اینا رو واسه گفتم که خیال نکنی هر کی که یخش چرکینه چشش پیمال شما هاست، یا واسه اینکه یه لقمه اون تو شکم کارت خوردش بذاره ناموس مردم رو قر میزنه. اگه این دفعه چشم تو چش شیم بیفته بهش میگم یا من یا پولای بابات. واسه اینکه اگه قرار باشه پول منم یه آدمی مثل تو بکنه، من به اون گاف صندوق تو تفهم نمیکنم. حیف خدافظ مرتکه لش. من همین امروز تمام ثروتمو به نادخترین میبخشم تا دیگه مگسای مثل دورور شیرین نگردن. به هر خری بخوای ببخش. تو؟ تو؟ چطور ممکنه؟ بابا خوشم اومد. ماشاءالله ماشاءالله دوتای خوب دارن با هم عزاداری میکنن. خدا بیامرز شکمو دلش لک میزد برای این شیبا. یارو عذاب کشیدی بیرون آقا رو زردی کشت و فلنگو بشه.
ایست ایست دختری یه چکم واسه امضا کرده و گفته هرچی دلت میخواد توش بیری بیر بفرما حالا چی شده چی؟ نه به پول رسید نه به دختره پس فردا میگیرن تنافو میندزن گردنش فاتحه اینجا که پوست نداشت که به نظرم دنبال یارو میگرده دنباله یه فراری میگردی همون یارو که میلیونر رو کاشته بله خودشه همونه محاصرش کنی تو از این طرف برو منم از این طرف ولو خیلی مواظب باش از جا تکون نخور
امو هیدر خونه خراب. ای دق نبود و امو هیدر که اینجا نمیتونم یه نفس راحت بگم. چی شده؟ مهندس امو هیدر بیچاره. امو هیدر جریان چی شد؟ چی شده؟ هیچی، پره تو دریاچه رفت زیرا بود دیگه بیرون نایمد دیگه... جون شما با چشه خودم دیدم دیگه بیرون نایمد؟ نه جون شما نه اون نگه بیرون نایمد نه من میرم دنبالش ببین یک فداکاری بکن چه فداکاری؟ این آفتابه رو بگیر یه را جایی من برو من برمیگردم خیلی خب نوکره تو زود بیا یا حالا بدبختی بدون مزاج این پسرم رو بکنم برو بحرم بیا پنگ برو بحرم بیا پنگ این آفتابا من که نبوش من میموردم که ای حل حال مشکلم هم به صورت میدنم تو رو هم در یعنی خونم قایق رانی بلدم اگه بلد نبودم که من بلا آفتابا رو پر کنم تو دریا از کاره اومدیم آبگیر نیم چرایی به سرم بریدم این شدن مصرم خارم جا بیا چکو نتردی چکیم اینجا یک خیلی درست شد قایق بیا جون موتوری نیست مثل اینکه آب پخش کن داره خب ما که ربون و درسمونم بلدیم برو بریم مینم بیان تموشا کنه اینا که تو مسابقه قایق رانی شرکت میکنن در ریان بین این تیهان در ریان بین این تیهان این دریای زیبا قربونت برم یعنی همچین قایق رانی ندیدی بیچاره دریا به خودت الان ببین چه میکنم برو هم یانم هم رسیدم به بندر جا بندر اسکندریه نمارده من در خودم خواهد وایس آقای این دکلشو ببندم اینجا نزنه بره پر آب خیالم راحت راحته آفتابه پر باشه همون حیدر راحته خب خواهد برم این کوکو بالا صاحب ناله صاحب ناله محمودی محمودی ای میمردم و طوری اینطوری نمیدیدم در جلاری تقر زنگ امو هیدر الان راحت راحت میشه آفتابه رو بردم حلال مشکلم خب اینم کوزه ای ماست هم مجهز اومدم فهمیدی محمودی جون مجهز مجهز قرم ندارم اینم دیزی نفری بردم با لب دندونت بازی میکنه داغ داغ ماست آره خب اینم اینجا صبر امو هیدر رو کوفت مؤنس امو هیدر اینم سفره یزدی مرده بیاد سرش زنده میشه چه برسه تو که نیمه جونی خب بذار پیاز هم در بیارم پیاز قمی در رو بردم که اگه به مخت بزنم میترکه ببین چه پیازیه منو برسون به شهر به شهر کمک های اولیه خودش بابای خوش خورد بزنم اومده الان آب آفته بره بخور از لولش هم بخور الان جا به جا خوب میشه یا جا به جا میمیری من نمیدونم اون دست خدا هست دیگه خب زیادم نخورم الان حال جامیه آب آفتابه خوردی شوخی آها کوفت سر بلنگا سر بلنگا الان یه کمی پفتم بهت بزن تر تازه بمونی شایدم مردی پس فردا ما گله می کنم اون ازرائیل که چرا مرده خوش گوردی خب بقیه تشکیلات کو این نون قوجو گوشم این گوشکو بکو سبرنگا خب الان درست می کنم سوپو بخور سوپو رو چه خوشمزه است یلا یلا سوپو خور سوپو خور اها سب کن گوشکو کجا بود نون نون تو جانونیه تو کلام گذاشتم هز می کنی الان خب گوشکو هم که تو صندوق عقب بود کجا بود گوشکو خب الان تمام کارها درست میشه هیچ قصه نخور امو هیدر اومد اینم این گوشکوب در اومد خیار راحته گوشتالان برات میکوبم مثل حریر میشه مثل رلوا خدایش کنه خب ماس خالی کنم ماس میدونی عمرو زیاد میکنه تا هم که یه همچین یه پاد این برو یه پاد اون بر برو 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 به سلامتی خب
پیاز رو خوردش کنم. همون قومی هست زعبیات قومی هست که عرض کردم خدمتتون. مغزش رو میخوری ها، اشتهاد آن با میشه. خب اینم بیریزم این تو که میخوام گوش رد بکوبم. حسب گوش کو ببین تو این بیابون. ای خدا من چه کردم؟ آفتاباد یه بر، گوشکوبت یه بر، دیزید یه بر، بادیت یه بر، مفسد یه بر، پیاز قومید یه بر. دیگه مرگ میخوای؟ همینجا دراز بکش آنم بزینی بکوبم. خب حرف نزن دیگه، کسی اینجا نیست که بخوره، نترس دیگه. همش میترزه، همه اینا رو میخوری، همه رو. آبا آفتابم چند، دیگه چی میخوای؟ دو ماه تو میدونی اینجا بمونی؟ قشتام اومدی دیگه، خیلی پدرت. خب الان میخوام این چاقو رو در بیارم. آخو کفت درد. میخوام چاقو رو پاستوریزش کنم برات. میکتوب داره شونم. وقت میام خوبت کنم بدتر کزاز میگیری بی هره. آخ شونم درد. شونه اون کوف مگه عبدالزک بودی که بری زیره هم. یک عمری ما داریم عبازی میکنیم، سعی و سالمیم سر ما رو گنده. خب این چاقو الان داره درست میشه، حرفم نزن. خمیری حرف بزنی خفت میکن. امو هیدر باز گفت امو هیدر، مهندس امو هیدر، زیر عمل جراحی هم حرفشو یادش نیم. خب بز گولر در بیارم. بخ بخ گولره ببین سرش کنونه مثل این توپ سرپنج بلند نیم. خب حالا چطوری چاکو ببندم؟ بخ بخ چه چاکی؟ تنظیف میخواد، باندی میخواد. آقا کوف صبر کن دیگه، لاغل برسونم اید بشن. چه خونی زد والا. خب الان خوب میشه که هیچ خواسته نخور قربان دارم. خب میشه اینم بذارم روش. خب نمیخواد دیگه، میکرو فلان هم نداره. یه کمی هم آها الان یه لقمه کله گربه ای برات میگیرم که حس کنی. این لقمه رو بخو جا به جا. بعد از عمل جراحی حتما باید به مریض غذا ده. بخور لب لب بخون از دو طرف. دو رو بخور. پیازم بده بالا. آها اشتها تازه الان با میشه. بعد خودم میبندمش. آها خب یه لقمه یه کل گربه دیگه این. آها اینم برو بخور دیگه. خدر خیکی بخور. آب آفتابه با لوله. تو نمیدونه از لوله چه قاضی یعنی داره. هر چی میگی در وجود این آفتابه جمعه. خب حالا یه قاشق از ماست بخور. بخور نصف کن. یه خب بخور. نه ایشکم کارت خودم اجازه بده بهت میدم. نه خب نمیخواه، من خوردم تو لذت چه ببر، خاصیتش میره به بدن تو. ها بلند شو دیگه، الان جنازه قابل حمل معمولی. همینی؟ یواش همو هیدر. میگه همو هیدر، مهندس همو هیدر. بلد میکنم همینجا. خونه اصلانی نکن، دستان دو گردنم. یواش. اها دستان بده من. خب آفتابه رو بیاریم که از همین جی لاوم داره. خب بریم دیگه، خیلی راحت باشه. برو میده هم یه باش. آخ 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 چرا از اون بالا پر چیزی در یاکه دیگه بیچاره؟ دارم میمیرم. یه باش اگه من نرسته بودم که نفلش بده بودی این. برم خیلی خواه. من به تو مدیونم. خیلی خواه میدونم اینو. هی نمیخواد تکرار کنم. خیلی ممنونتم امو هیدر. باز گو امو هیدر خفه بشی. مؤنس امو هیدر. موقعی فوت هم یادت میره هر بدم. بخواب همینجا تا ماشین گیر بیارم. قرار نکنی یه بم. علسون علسون خدای دل سواری یه باری بسون، یه دونه کرسی یا دوتا گاری بسون، هرچی میرسونی برسون. من احمقم نمیفهمم از درم. خدایا این خدا ماشین چی شد؟ چی شد از ماشین؟ من بایتا ارمان خوش پدره بایتا بایتا ننگار شما آدمی. خدای از ماشین چی شد؟ دوتا اومد یه کوچیک بزرگ سواری و باری. بایتا سواری باری تو بایتا
سرتو بلند کن. لالا دنیا نری لاغل. خب همه چیکار کنیم؟ یفته آبش بدم بخوش شد دایان چیکار کنیم؟ آفتابه ای آفتابه چه کارها که تو انجام نمیدی. محموده محموده سرتو بلند کن بخور که بعد از من گلوت خوش نماشه لاغل. خب آب تو خوردی حالا سرتو خودم میبرم چیکار کنم؟ خدایا چی فکری بکنم؟ ای بردر زاده یوسف تو کمک کن بکی مخمم به کار بیفته. ما که خنگ شدیم چشمون به مرده خورد. خب نخیر گیت شدم درم خوش شد. مامو جام مامو دی کس دیگه تو رو با تیر زده؟ با من چرا قهر کردی آقا؟ من چه خاکی بسرم؟ محمودی محمود جون من گناهی ندارم، برنشو دارم زهر تلک میشم. وی خدا محمودی 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 شیرین چی؟ خودتو به شیرین برسون بیارش اینجا. آخه من چجوری خودم به شیرین برسونم؟ چی چیزهایی دم مرگ از من میخوای؟ صبر کن ببینم. اوه نه صبر کن. اوه آفتابم ببرم. آه ببین اگه ازرائیل اومد خواست ببرتت یه دست باش پوکر بزن تا هم برگردم. نکنه گولت بزنه ببرتتم. ایشم خوب شده آقا دون نمیدونستیم آقا کفشم جفت کنم. جنگلی اینجا جنگل آمازون نباشه از باقی مارو دیگل خیال چه این جنگله لام ببریز که میان چلو آم درخت نارویرم داره مثل اینجا برم بالا چی نشده اقلا میمون بشه بریم اونجا ببینیم چه خبره. بس بگو من همه بدبختی ها رو تحمل کردم واسه اینکه تو به پول و پلهی برسی. حتما یه خبرهایی تو این اتاق ببینم از بالا ببینم. نه از بالا خوب نیست، از بی سیم پایین استفاده کنم. آه اونیست که بی سیم خرابه این. بله این خارشک هم که منو زله کرد نمیدونم ساس رفته تو تنم چیگه. ایدا گوشم کر شده یا صدای حرف میاد؟ داشم بی خود سر خودتو درد میاری. من پی همه این گرفتاری ها رو به تنم مالیدم. آخه واسه چی؟ عاشق چشم ابرود بودم. گوش کن اگه خریت به سرت بزن و بخوای طمع به خرج بدی همین 150,000 تومنم که گیرت نمیاد هیچی، سرت هم فدای طمعت میکنی. دی اشتباه میکنی، اگه علی ساربونه میدونه شطور کجا بخوابونه. تا اینجای کار هیچ وصله‌ای به من نمیچسبه، اما تو همینقدر کافیه با یه نامه بی امضا پتت رو آب بیفته و بری اونجایی که عرب نینداخت. خلاصه حساب کار خودتو بکن، دندون گردیرم بذار کنار. اوه 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 چه خارشکی، مثل که خارشک اندهه ورای خارشک های سابقه. چه با بریکته، ببینم نکنه این کنه بچه گذاشته. آره چه درشتم شده، مثل جوجه دو سه روزه میمونه. اوه 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 خدا اوه 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 یا آقایم برم زیر ماشین بچسم به لوله اگزوم، فقل دلیفو رو بچسم. اینجا که شنبلادی نمیزه اینجا اینم خرورات شده. هر جو بری گیت میارم. میتونستی گیر بیارم بیچاره. گیر که بزنی موتور میذارم زمین. خیال میکنی میتونی از جنگم فرار کنی؟ حالا که فرار کردم تا چشم کشت. Oh,
ناچه ناچه خیال کردم که آدمه. زحمت خدا کنه خاله جان از خواب بیدار نشده باشه. بله دیگه کار تموم کردی، حالا میری انگلیسی تمرین کنی. لوا دختر خاله تجدیدی شده، شبا کاور میره. خیلی خوب، بالاخره دهنتو میبندی یا نه؟ تا چه پوزه بندی بهش بزنی. رامه کشیک بکش ببینی چه جوری میتونی دقیقه به دقیقه منو تیغ بزنی. اختیار دارین، ما حقمون نمیخوایم آقا. حالا در وا میکنی یا نه؟ البته. باز ببخشیم بروست خانم. باشه مهم نیست. نه ترس بابا، خال خانمت وقت خوابی توپ 105 هم بیدارش اینا بکنه. عیبی نداره. راستی وقتی خواستی بری یه تلنگر به پنجره اتاق من بزن بیام در وا کنم. فهمیدی چی گفتم؟ خیلی خوب. قربون شما. اینجا سر گذاشتم تو لوله اگزوز، رفتم پایین، اینجا آمدم بالا. هرچی با شما چند سال رو رکابی که کار کرده این. خب تا اینجا نتونستن ما رو پیدا کنن. از این بچم خدای خوابندم به تو خیر بگیزرم، ما که آدم نیستیم. خب بچبم تو آورین پاپار جو. شیره خانم، شما این؟ پس کجا رفته بوده این؟ من بیده وقت زیادی هم نداریم، من باید فوری برگردم برم به صد. آخه من واسه خودمون خیلی حرفیم، با هر بدبختی بود مهمون رو رسوندم به شهر، اما طفلک خیلی خون ازش رفته، حالش خیلی بده، فوراً باید برسونش به دکتر. دکتر؟ مگه چی شده؟ هیچنگ، گله خورده به گیجگاهاش، استخونه کتش مو برداشه آقا. آره وای خدای من، الان کجاست؟ دیریا. پس ما واسه چی اومدیم اینجا؟ اومدم ببرمت بالای سرش، اما باید خیلی مواظب باشی ها. امشب یک چیزهایی تو این خونه دستگیرم شد که هیچ کس نمیدونه جز خودش هم بردی. تو راه مفصلان برات میگم، همینقدر بدون که یک چند نفری خوابهای شومی برای این خونه و خانواده دیدن که چی بگم، اما اینو بدون. خواب زن چپ شیرین. پس عجب باقتا ها نذارین همون که ببرم. یک وقت من محاصره گازنبوری نکنم. خب این که ماشینه مثل این که آره برم توی برپناهگاه خوبیه. همین برم. دوشه که نرمیان داره. من اینجا هم کجا میریم؟ اما ایدر چه رفتی توی این ماشین؟ چه میدونم، این جلوترت همه بود. سکت مثل که صدای پا میاد. شیرین خانم جایی میخواستیم بریم؟ بله، ماشین خودم خرابه، میخوام با این ماشین برم. اجازه بدیم برسونم اتون. نه، تو سویچو بده، من میخوام تنهایی برم. بفرمی. چرا وایستادی منو نگاه میکنی؟ بودو در باغو باز کن. اونم به چشم. وا، چه راننده یه پر روی آقا. باق 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 باق، چه سنه این؟ تو برم بیا، اینجا خونه داداشمه، همه شون رفتن پابوس امام رضا، خیال راحت باشه. بیا، اینم کلیدش،
من باید خودم برسونم به کارگاه، اگه نرم ممکنه اوضاع خراب باشه. جون تو جون محمود بیکله، ازش خوب مواظبت کنی، نترس. آها مهندس مایدر اینجاست. ای داده بیداد، رفت و من تنها موندم. حالا چه خاکی به سرم کنم، خودم میترسم. خوبه آواز بخونم نترسم. بله بهتر از همه چیز. ای داد بودو هم آره. بیا با این وقت شب پول خوردم کجا بود؟ نداری؟ نه این همه پول خورده بیشی کیه؟ برو از مسافرات دیگه، شادم پول خورد داشته باشم. برو حالا این مسافرم نشته باشن کابه جفتمون زایده، خدای ما رو خیبتمونه. الو بفرمایید. آقای دکتر درمان؟ بله بله خودم هستم. سلام آقای دکتر. سرکار؟ شیرین. سلام شیرین خانم، سلام. چیه؟ اتفاقی افتاده؟ دکتر زود خودتو برسون ولی جونه یه نفر از دست میره. چی؟ جونه کی از دست میره؟ دکتر الان وقت این حرفا نیست، هر چه زودتر حرکت کن. بسیار خوب، الان اومدم. گوش کن دکتر، من منزل خودمون نیستم. پس کجایی؟ آدرسو بنویس. بفرمایید. بله. خیابان مازندران روبروی داروخانه اصل شعاع طبقه دوم. طبقه دوم. خیلی خوب، من تا یه رو به دیگه اونجا. چی؟ داری میری؟ معلوم، عزیزم، الان وقت این حرفا نیست. بذار برم زودتر وظیفم انجام بدم و برگردم. شما مردا واقعا یه تختتون کمه. ببینین تو چی نوشته. بیا بگی بخون، بیا بخون. ببین چجوری به دکتر تلفن کردن و خواستنش بال سر مریض، بعدم بردن سر به نیسش کردن. از کجا معلوم خیال کشتن تو را نداشته باشن؟ بابا اون دکتری که تو اون رمان لعنتی کشتنش جاسوس بوده، آخه منو واسه چی بکشن؟ میدونی چیه؟ اصلا اگر قرار بود من به این چرت و پرتا که سرکار توی رمانای لعنتی میخونی گوش بدم، باید از مدت‌ها پیش کارم ول میکردم، میرفتم لبوپز میشدم. عجیبه. من نمیخوام اول زندگیم بیوه بشم. اگه تا یه ساعت دیگه برنگشتی من به پلیس میگم. هر کاری دلت میخواد بکن، نصف شبی من حوصله چونه زدن با تو رو ندارم. اون آدرس بده من. بیا. یادت نره اگه تا ساعت دو و نیم برنگردی من به پلیس خبر میدم. بفرمایید. سلام آقای. سلام شیرین خانم، چی شده؟ دکتر جون به دادم برس، جون یه نفر در خطره، بعدن همه چیزو براتون توضیح میدم. ناراحت نباش دخترم، من هر کاری از دستم بر بیاد میکنم. متاسفم شیرین خانم، این مریض حالش خیلی بده، باید حتما به بیمارستان برسه. از طرف این زخم گلوله است، قبل از هر کاری باید به پلیس اطلاع ده. نه دکتر، خواهش میکنم، این وظیفه منه، باید حتما به پلیس خبر بدم. دکتر قبل از هر چیزی وظیفتون اینه که مریضو از مرگ نجات بدین. مگه نمیبینین که داره میمیره؟ آخه مرده اون که به درد پلیس نمیخوره. خواهش میکنم، خواهش میکنم دکتر. اصلا شانس از این بدبخت رو برگردونده. دکتر شما این کارو نکنی. آخه شیرین جان، من نمیتونم بدون اطلاع پلیس مریضی رو که گلوله خورده مداوا بکنم. دکتر این زخم گلوله نیست، زخم تقدیر و سرنوشته. اقلا نذارین این جلوی چشم شما از بین بره، بعد هر کاری که وظیفتون ایجاب میکنه بکنه. دکتر به خدا اون بیگناهه. اگر اون بیگناهه شما نباید از پلیس وحشتی داشته باشید. من از پلیس وحشتی ندارم، اما اون داره از دست میره. وظیفه شما قبل از همکاری با پلیس مبارزه با مرگ. این دور و برا کجا دواخونه بازه؟ همین روبروی داروخانه شبانه روزیه. بسیار خوب. دکتر
خیلی ازتون ممنونم. خواهش میکنم. چقدر طولش میده این؟ امان رو بندت بریم دیگه. آقا مریض من خونریزی داره، ممکنه یه بار وقت شب واسه تفریح اومدیم ما دار خونه. مردم چه توقعی دارن، انگار مریض کسون دیگه از نری سیغه ای به دنیا اومده. ای خدا سر. میشه هیچ ناراحت نباش، گفتم که هیچ ناراحت نباش. این آقا دانویس موچول خانم قسم میخورد که سلاتون که هیچی، پدر سلاتونم بیسوده شفا میده. حالا همون بخور که گفتم همون کارو بکن. صبح عناب و سپستون و گل بنفشه و خارخاسک رو دم میکنی مادر جون، از صافی زنو صافی بهش میدی بخوره. نهارش هم که شوربا درست میکنی، یه شوربای سبزه الو. بالاخره کار خودش کرد. عجب. مرسی. الو. مهری تویی؟ به خسته نباشی. بعد از اینکه من از دلشوره مردم تلفن میکنی؟ تا سه تا قرط و نمتم باقیه. به پلیس خبر دادی؟ بله، به پلیس خبر دادم. دکتر پس بفره، بالاخره به پلیس خبر داد. چقدر میشه؟ 20 تومن قربان. از این طرف یلا تونتر زود بشید، وقت تلف نکنید. یلا بیا رکن. بس سلام حمید. سلام دکتر، تو اینجا چیکار میکنی؟ والا تقریبا یه ساعت پیش شیرین خانم کجا رفت؟ چی کجا رفت؟ همین شیرین دختر زرپرست، میلیونر معروف. شیرین دختر زرپرست؟ عکس محمود پیشته. بله بابا. برو بگو یه برانکار بیارن. خودشه. تصادف عجیبیه. میدونی چند سال بود ما همدیگر رو ندیده بودیم. اون وقت امشب خانومت باید نگران بشه و به پلیس تلفن کنه. در نتیجه قاتلی که چند روز پلیس به دنبالش میگرده دستگیر بشه. اونم در حالی که دو ساعت پیش یه قتل دیگه یا مرتکب شده. چی؟ دو ساعت پیش مرتکب قتل شده؟ نه این غیر ممکنه. دکتر تو نمیدونی یه جنایتکار چه جور قماشیه. من تو این چند سال خدمت پلیسیم به این نتیجه رسیدم که این جنایتکارا اصلا ساختمونشون با آدمای دیگه فرق داره. آخه جانم چشم بندی که نیست.
حال این آدم نشون میده که در اثر خونریزی از 5-6 ساعت قبل قوه تشخیصش از دست داده. بیچاره شیرین راست میگفت که سرنوشت با این بدبخت سر جنگ داره. برانکار حاضر قربان. ببرینش. گوش کن حمید. به من الهام شده که این بدبخت تو این ماجرا بیگناهه. تو قبول میکنی که یک دختر هر چقدرم لاعبالی باشه با جون دل از قاتل پدرش حمایت کنه؟ معنی اون نگاه پرتنفری رو که موقع برگشتن از دواخونه به من انداخت حالا میفهمم. اون خیال کرد من جای محمود رو به پلیس اطلاع دادم. ببینم حالا اینو کجا میبرینش؟ بیمارستان شهربانی. منم میتونم بیام؟ البته. پس بریم. بفرمایید. خواهش میکنم. شیرین تویی؟ وظیفت رو انجام دادی؟ شیرین چی داری میگی؟ دکتر اومدم بهت بگم اگه یه مو از سر محمود کم بشه تو رو میفرستم به جهنم. بذار منم دار بزنن. تو دنیایی که نه رحم هست نه عدالت بذار منم نباشم. بذار اصلا زندگی نباشه. تو اینقدر انسانیت نداشتی که لااقل صبر کنی دوایی به زخمای یه مجروح دم مرگ بذاری بعد باطن کسی به خود تو نشون بده. دختر جون تو اعصابت اینقدر خسته است که نمیتونی کنترل خودت حفظ بکنی. سعی کن آروم باشی. بنشین بنشین تا بهت بگم که این اشتباه از کجا برای تو پیش آمده. تو در مورد من شیرین کاملا اشتباه کردی. تو نباید نسنجیده اینطور منو محکوم میکردی. اگر یادت باشه من بهت قول دادم تا حد امکان بهت کمک میکنم. بیا بیا بخور. خب حالا جریان رو برای من تعریف کن. من و رئیس آگاهی که از دوستای قدیم منه تصمیم گرفتیم به محمود کمک کنیم. از قتلی که امشب اتفاق افتاده معلومه که کاسه ای زیر نیم کاسه است. عمو حیدر؟ نکنه عمو حیدر رو کشته باشم. عمو حیدر کیه؟ اسم مقتول که غلام عباس بوده، همون راننده خودتون. چی شد؟ همه چیز تموم شد. تنها کسی که میتونست به نفع محمود شهادت بده کشته شده. دیگه هیچ امیدی نیست. بیچاره محمود. دخترم سعی کن یه خورده به خودت مسلط باشی. وقتی پلیس ها آمدن که محمود رو ببرن تو رفته بودی. برای چی؟ برای اینکه بتونی به محمود کمک کنی. مگه غیر از اینه؟ خب در این صورت سعی کن به جای گریه کردن حرف بزنی. بگو ببینم منظورت از این که فقط غلامی میتونست به نفع محمود شهادت بده چی؟ من باید داستان آشنایی خودم رو با محمود از روز اول براتون تعریف کنم. در حدود یک ماه پیش بود که ما خانوادگی از شمال برمیگشتیم. برای من یه اتفاق افتاد. گوش خودش شنیده بود که غلامی از اون مرد ناشناس 300,000 تومان حق و سکوت خواسته و ناشناس هم برای همیشه غلامی رو ساکت کرد. لابد نقشش این بوده که قتل غلامی رو به گردن محمود بندازه. به این ترتیب هم کسی رو که از اسرارش خبر داشته از بین برده و همین که به خیال خودش ذهن ماموری رو منحرف کرده. پیدا کردم دکتر. اگه غلامی نمرده باشه قاتل چیکار میکنه؟ سعی میکنه هر طور شده بکشتش. به طور یقین همینطوره.
ولی متاسفانه غلامی مرده. بله درسته. دکتر تو میتونی منو ببری پیش رئیس آگاهی؟ برای چی؟ برای اینکه قاتل رو با پاهای خودش میارم تو تله. خب اگر اینقدر مطمئنی من حرفی ندارم. قزنفر پس شیرین کجاست؟ مگه صبحونه نمیخوره؟ والا خانم دیشب تقریبا ساعت یک بود که سوار ماشین شد و رفت. چی؟ تنها رفت؟ بله والا خانم، شیرین خانم تنها رفت، اما قلومی هم پشت سرش رفت بیرون، اونم هنوز بر نگشته. چطور همچین چیزی ممکنه؟ باید به پلیس خبر بدیم. پلیس؟ نه خاله جون، احتیاجی نیست به پلیس خبر بدیم، بالاخره خودش بر میگرده، شیرین که بچه نیست. ففر جون تو جریانو براشون بگو. آخه مامان میدونین شیرین همچین تنهای تنام نبود. من نمیفهمم چرا واضح حرف نمیزنی. والا دیشب من یه صداهایی شنیدم، از پنجره بیرون رو نگاه کردم، دیدم شیرین داره سوار ماشینش میشه، مثل اینکه یه نفرم رو صندلی عقب ماشین خوابیده بود. داشتش خانم جون، دیشب اتفاقای عجیبی تو این خونه افتاد. حالا مگه اجازه بدین تمام جریان رو به عرضتون برسونم. بله پس معلوم میشه ما شبا از دنیا بی خبریم. خب تعریف کن ببینم قزنفر، مثل اینکه موضوع خیلی داره جالب میشه. میدونین خانم جون، تو باقی رفت آمدهای عوضی میشد. قلومی تو اتاقش با یه نفر دعوا مرافع داشت، نفهمیدم سر چی بود، مثل اینکه میخواستم پته مته رو آب بریزن. بعدش هم مثل اینکه دعواشون شد و تو باقی خودی سر و کول همدیگه زدن. بله چه میدونم، اصلا به ما چه مربوطه. خب بعد چی شد؟ دیگه غلامو ندیدی؟ چرا، غلومی برگشت، داشت با خودش میخندید. اومدم بیرون پرسیدم تو باغ چه خبر بود، بازم یه خود خندید و گفت چیزی نیست، فردا مفصل برای تعریف میکنم. بله حتما زیر این کاسه یه نیم کاسه ای هست. والا خانم اونجوری که من فکر میکنم زیر این نیم کاسه یه تغاله. پرویز خان موضوع به این سادگی هم نیست. خانم فریبا درست فرمودن، منم دو دفعه صدای در ماشین شیرین خانم رو شنیدم، یعنی یه دفعه صدای واژه بسته شدن در رو شنیدم، بعد چند دقیقه هم صدای شیرین خانم رو شنیدم که به قلومی میگفت در واق و واق و من میخوام برم بیرون. بعدش هم رفت سوار ماشین شد و رفت، پشت سرش هم قلومی با یه نفر دیگه از باغ رفت بیرون و هنوزم بر نگشته. غلام الان تو بیمارستانه. تو بیمارستانه؟ مگه چی شده؟ از قرار یه نفر قصد کشتن اونو داشته و اینطور که دکتر میگفت اگه چند دقیقه دیرتر به درمانگاه رسونده بودنش مرگش حتمی بوده. پلیس حدس میزنه که زاره به اون همون کسی بوده که پدرمو کشته. از خیلی چیز خبر داری، مثل اینکه شبگردی های شیرین زیادم بی نتیجه نیست. ببینم اون پسره کارگره رو گرفتن یا هنوز فراریه؟ بالاخره دیر یا زود دستگیر میشه. اگه بگیرنش تو ناراحت نمیشی؟ برای من فرقی نمیکنه، قاتل پدرم هر کس باشه باید مجازات بشه. اگه از من بپرسین کار همون پسر هست که از آب کشیده بیرون. همون روز اول من تو چشاش خوندم که آدم کشه. اما چرا میخواست قلومو بکشه؟ اون که دختر نداشت. طفلکی غلام. خاله جون حتما باید بریم احوال پرسش، آخه اون بیچارم جز این خانواده بود. راستی کدوم بیمارستان بردنش؟ بیمارستان دکتر درمان. دکتر درمان خودمون؟ بله. راستش عیادت غلام یک کمی اشکال داره. چطور اشکال داره؟ بالاخره راننده خارجنینا بوده. منظورتون از بوده چیه؟ مگه حالا رانندتون نیست؟ چرا هست؟ ما هممون کاملا از غلام رضایت داریم. معذرت میخوام آقای دکتر، ممکنه بفرمایید دستشویتون کجاست؟ انتهای راه رو دست راست. ببخشید الان برمیگردم. نمک به حرومه خواهن، اینطور مزد خوبی های 15 ساله پدرمو دادی؟
نه شیرین، حالا دیگه بهتره به من جون بکن. اما مرتضی بگه، چون غضنفر یک سال پیش مرد. آره خودم اونو کشتمش. لعنت بر تو، خودت کشتی که لعنت بر خودت با. عمو مرتضی همونی که 20 سال پیش گم شده بود. آقای دکتر، این شخص باید فوراً مداوا بشه. بله، او باید برای قتلهایی که انجام داده پای میز عدالت جواب بده. چه جوابی داره بده؟ اون غضنفر نوکر منزل رو کشته و خودشو به شکل اون در آورده و ظاهراً بعد از کشتن زرپرست نوبت شیرین خانم بوده. منتها غلام که هم دستون بوده و ازش حق و سکوت میخواسته بلاگردون شیرین شده و مجبور شده اول غلام از سر راه خودش برداره تا بعد نوبت شیرین خانم برسه. آخه چرا؟ خیلی ساده است. برای اینکه اون بعد از شیرین وارث منحصر به فرد این فامیل بوده. راستی آقای رئیس، حمید خان کجاست؟ مأمور حفاظت محموده. محمودی خواب وحشتناک بود، اما هرچی بود گذشت. به خاطر زحماتی که متحمل شده یه هدیه ای برات دارم. هدیه؟ لاود باز خیلی مشتی باشه. آره. فقط ازت خواهش دارم یه دقیقه چشمات هم بذاری. چشم ببندم. آها، میخوایم قایم موشک بازی کنیم. آسته برو، آسته بیا که گربه شاخه نزنه، انگوش زیری گلود نزنه. گلوی خدا، آبجیش شیری شیری چیز همیدیگه. این بهترین هدیه یه که ممکن بود من میدادی. خب بگو ببینم از بالا چه خبر عمو ایدر؟ خنگ خدا، هنوز نفهمیدی؟ اگه تمام این گیجگاه آدم تیر بخوره آدم نمیشه. کلاه اینو مفتاد، خدا میگم چیکار کنه پسر. مهندس عمو حیدر، من دیگه بالایی نیستم. شیرین خانم حکم مباشرت املاق رو به من دادن. تو هم از فردا باید در استخدام من در بیای. خوب پول میدم تو نمیری. خیلی خوب چش. والا ما همون روز که چشمون به شیرین خانم افتاد، یه دل نه صد دل استخدامش شدیم. میدونم کوس رسوایی تو رو آلم زدن. اینم بگیر. این چی؟ این مساعده است. بابت پیشورداخت اولین قسط حقوق ماهیانه به سالیانه از آره. چی داره میگه بابا جون؟ حالا چرا بایستدیم بریم؟ یالا بریم. باشه بریم. به قول شاعر گفتنی میگه شب دفعه آب کمتر از خوبه باچایی نیست. خوشم وقتی که پدر پدر کند دامن. خب شیرین جون، برو بغلس محمود جون. دخترم تو هم بگه بغلس من تنها نایتم. اشاره شوهر تو قولی هم بردار گیری میارم. خب شروع کنین. محمود آقا دوما چاد شام بارش کشم شب شب خدا مادا مبارک بود. ان شاء الله مبارک بود.